بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام و على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا ازان بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ما در برنامه تلفن مستقیم ازان بیننده به در واقع آیاتی که الله متعال در اونها خودش در قرآن کریم برای ما معرفی میکنه میپردازیم یعنی در این سری از تلفن مستقیم و همونطور که گفتیم الله متعالی که میتونه خودش رو یعنی به بهترین وجه برای ما معرفی بکنه دیگه عقل و شری در واقع قدرت اینو نداره که بتونه الله را اونطور که هست و اونطور که شایسته ذات الله و شایسته الله هست بتونه برای ما معرفی بکنه برای اینه که ما عبارت هایی که از سلف من داریم فرماند که عرفت الله بالله الله را با الله شناختم و اگه الله نبود من الله را نمی شناختم یعنی الله خودش رو برای ما معرفی نمی کرد پس بهترین مصدر و منبع برای اینکه انسان بتونه شناخت و درک و معرفت درستی به نسبت الله متعال داشته باشه قرآن کریم هست و سنت نبوی و حدیث رسول الله صلی الله علیه و که قرآن کریم ما رو به مطابقت از رسول الله و سنت نبوی امر فرموده الله متعال در کتابش اما ما در واقع رسیدیم به آیت الکرسی ازان بیننده یکی ای از آیاتی که الله متعال خودش رو برای ما معرفی میفرماید آیت الکرسی هست که عظیمترین آیه قرآن کریمه اونطور که در احادیث نبوی اومد به دلیل مزامین و معانی بلندی که این آیه در بر داره که در واقع با اسم جلاله الله شروع میشه الله لا اله الا هو الحی القیوم بعدش قضیه وحدانیت الله متعال توحید الوهیت که اساس و پایه دعوت انبیا هست در این آیه مطرح میشه بعد از اون اسماء و صفات الهی الحی القیوم یعنی این اللهی که باید این اللهی که یعنی با کلمه الله شروع میشه الله که همه اسماء الهی رو در واقع اسامی نیکوی الهی همه جمع میشن در کلمه الله که آیت الکرسی با الله شروع میشه یعنی اینکه مقصد ما و هدف ما و در حقیقت هدف زندگی ما باید رضایت الله باشه در هر کاری کاری شروع با ذکر و یاد الله باشه با توکل بر الله باشه با تعلق قلبی به الله باشه و ما باید اینو بدونیم که بشر موجود بسیار ضعیفیه یعنی ضعف از همه طرف و از همه سو بشر رو در بر گرفته و بشر بدون الله بدون مدد از الله بدون استعانت از الله بدون طلب کمک از الله و بدون یاری الله هیچی نیست هیچ کاری نمیتونه بکنه برای اینه که ما در سوره هم که عظیمترین سوره قرآن هست اما تو که آیت الکرسی عظیمترین آیه قرآنه آیه قرآنه و اون عظیمترین سوره هست ما در نمازهای پنجگانه در نمازهای فرض 17 مرتبه این آیه رو میگیم که ایا که نعبد و ایا که نستعین بار لاه ما تو رو عبادت میکنیم فقط و فقط انحصارا و به تنها و تنها تو رو عبادت میکنیم و تنها و تنها یا که حس رو میرسونه از تو یاری میجوی در این عبادت و بندگیمون در این مسیر بندگی که ما میپیماییم ای الله توفیق تو باید همراه ما باشه تو باید به ما توفیق بدی تو باید توفیق عبادت به ما بدی همونطور که در الفاظ از ما داریم که زمانی که لا حی علی الصلاه و حی علی الفلاح مؤذن میگه سنت اینه که ما بگیم لا حول ولا قوت الا بالله همین توفیق بلند شدن برای نماز برای به جا این عبادت رو باید الله به ما بده یعنی ما از خودمون قدرتی نداریم قوتی نداریم لا حول هیچ تحولی و هیچ قدرتی برای این تحول قدرت و اراده ای وجود نداره مگر اینکه الله به ما عنایت بکنه تحول به کمک الله قدرت انجام کار به کمک الله است بس اونطور که در حدیث نبوی هم داریم لا تکلنا الا انفسنا طرفتین یک چشم هم زدن هم ما رو به حال خودمون رها نکن ما انسان بیننده در هر حال به الله متعال نیازمندیم و نگون بختی بنده و تکبر و رویگردانی بنده یعنی بشر زمانی هست ایزان بیننده که خودش ولی بالله از الله بی نیاز بدون. مغرور به مالش بشه داراییش یا مغرور به علم و هوشش بشه یا مغرور به موقعیتش بشه هر چیزی که باعث غرور بشریت بشه و هر چیزی که باعث غرور بشریت و رویگردانی بشر از الله بشه الله انسان رو به همون چیز واگذار میکنه اصلا بدبختی انسان همون چیز مایه بدبختی انسان میشه اون چیزی که انسان به اون تکیه بزنه و وابستگی و دلبستگی بهش پیدا بکنه و باعث بشه که الله و فراموش بکنه همون چیز بلای جان انسان خواهد شد و بشر خواهد شد الله لا اله الا هو الحی القیوم الله میاد اسماعش و صفاتش رو اینجا مطرح میکنه چرا الله باید به یک تایی مورد عبادت قرار بگیره و انسان توحید پیشه بکنه اینکه الله حی و قیومه از بارسترین صفات الله و اسامی الله حی و قیوم بودن الله اینه که الله زنده است و تمام باقی صفات الله در پرتو زنده بودن الله که معنا و مفهوم پیدا میکنه همونطور که ما مثال زنیم انسان بیننده در مورد انسان زمانی که ما زنده باشیم و روح در وجود ما باشه دیگه بقیه صفات ما بقیه افعال و حرکت ها و کارهای ما معنا پیدا میکنه وقتی روح از انسان بگیری دیگه هیچ انسانی دیگه معنا پیدا نمیکنه اصلا زندگی ما حرکت ما کار ما فکر کردن ما دیدن ما شنیدن ما فعالیت ما همه و همه زمانی معنا پیدا میکنه که روح در وجود ما باشه پس حی بودن الله متعال معنا میده به باقی صفات الله متعال و افعال الله متعال بعد از اون الله قیومه قائم به ذات خودشه به کسی احتیاجی نداره در پیش بردن امورش و انجام کارهاش الله متعال بی نیازه و بلکه قوام بقیه مخلوقات به الله متعال وستیگی داره یعنی بقیه مخلوقات همشون به الله محتاجند همشون به الله محتاجند اما تو که در سوره قل هو الله و احد ما داریم سوره اخلاص قل هو الله و احد الله الصمد الله یکتاست خودش یکی و تنهاست به کسی نیازی نداره الله الصمد سمد یعنی چی؟ یعنی اینکه همه همه نیازهاشون رو پیش الله عرضه میکنه همه مخلوقات و بندگان نیازهاشون رو پیش الله ارزی میکنه یعنی همه به الله نیازمندن الله یکی و تنهاست به کسی نیازی نداره اما همه به الله نیازمندن حی القیوم لا تأخذه سنتون ولا نو اوج حی قیوم بودن الله اینه که هیچ عیب و نقصی به الله راه پیدا نمیکنه نه چرد نخاب الله هیچ عیب و نقصی نداره له ما فی السماوات و ما فی الارض بعد از اون ایزان بیننده الله متعال به مالکیت مطلق خودش در این هستی و در این کون اشاره میکنه الله مالک همه چیز مالک مطلق همه چیز الله و چون الله مالک مطلق له الخلق و له الامر له الخلق و الانبیو. اونی که آفریده و همه چیز از آن اونه پس اونه که قانون گذاری میکنه اونه, به ما اونه که حق اینو داره که به ما بگه چه بکنیم چه نکنیم اون هست اون سازنده و اون آفریدگاری که بهتر میدونه چی به درد ما میخوره چی به درد ما نمیخوره چی مساله ما رو برآورده میکنه چی سعادت و در واقع خوشبختی ما را در این دنیا تضمین میکنه چی به نفع و صلاح ما هست در این دنیا چه کار باید بکنیم چه برنامه ای رو باید دنبال بکنیم برای این که این زمین و این دنیا در حقیقت یعنی همگام بشه و سایر هستی که همه دارن تسبیح الله میگن و برای اینکه فساد زمین رو در بر نگیره الله متعال برنامه برای ما تعیین کرده چون خب مالکه مالک همه چیزه مالکیت تام و مطلق داره و اگه هم چیزی رو از ما گرفت تقدیر الله اقتضا کرد که چیزی رو از ما بگیره اون مالک همه, همه چیز همه چیز مال اونه ان الله و انا الیه راجعون نباید ما ناراحت بشیم جزا و فضا بکنیم بیقرار بشیم چون همه چیز از آن اللهه و در قبال چیزایی که از ما میگیره هم الله به ما پاداش میده درجات ما رو میبره بالا ما رو میسازه با مشکلات با سختی ها همین که گاه گناهان ما باعث این مشکلات و سختی ها و مسیبت ها میشن برای اینکه ما به الله بر بگردیم و هم گاهی وقتا حتی انسان هایی که اهل ایمان و تقوا هستن الله متعال در مصیبت ها در مشکلات اونها را میندازه تا محکشون بزنه تا امتحانشون بکنه تا درجاتشون رو ببره بالاتر تا اونها رو بیشتر به خودش نزدیک بکنه له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا اینجا دیگه فرم قبلش مالکیت مطلق الله متعال فرمان روایی مطلق الله متعال اینکه کسی در واقع همه چیز تحت سیطره و کنترل الله متعاله یه مخلوق دیگری نمیتونه در کار الله دخالت بکنه یا صفاتی که کارهایی رو که خاص الله صفاتی که خاص الله رو بخواهیم به یک مخلوق دیگه نسبت بدیم که شفاعت میکنه میتونه میانجیگری بکنه میتونه علی بالله مریضی رو شفا بده میتونه نف و ضرری برسونه یا رزق و روزی بیاره اینها خاص الله متعال هست و شفاعتی که در روز قیامت هم انجام میگیره اون هم با اجازه الله اون هم به کسی که شایستگی اینو داشته باشه در مرتبه ای باشه که بتونه شفاعت بکنه الله به اون اجازه میده و در حق کسی که در حقیقت لیاقت و شایستگی شفاعت رو داشته باشه یعنی اون کسی که مورد شفاعت قرار میگیره و اینکه الله راضی باشه ازش من ذا الذی یشرع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء بعد از اون ایزان بیننده الله متعال میاد و علم مطلق خودش رو و علم شامل خودش رو مطرح میکنه و اینکه همین هایی که الله شفاعتشون میکنه الله میدونه الله علم داره به گذشتهشون با به آیندهشون و بر اساس علم و آگاهی تامی که داره در واقع شفاعت رو در مورد اونها قبول میکنه و اینجا اشاره ای هست به طور عموم به علم مطلق خداوند و اینکه علم ما بندگان محدود است در مقابل علم الهی چیزی به حساب نمیاد و این اون اندکی یعنی در حقیقت یک شمه ای از علم الهی هست که در اختیار ما قرار داده شده و ما تو من العلم الا قلیلا علمی که شما دارید خیلی اندک هست در برابر علم شامل و علم مطلق و کامل الله الله سبحانه و تعالی بعد از اون ایزان بیننده که الله متعال به علم شامل خودش اشاره می فرماید وسع کرسی و سماوات و اینجا الله متعال میاد وسع کرسی و سماوات و ولا يعوده حفظهما وهو العلي العلی کرسی الله متعال آسمان ها و زمین رو در بر گرفته بعد از اشاره به علم مطلق و شامل الله متعال و محدود بودن علم ما الله متعال میاد دوباره در واقع س... گستردگی سلطنت خودش را ازان بیننده و عظمت خودش رو برای ما اثبات میکنه و اینکه کرسی الله متعال آسمان ها و زمین رو در بر گرفته و عظمت کرسی که در حدیث نبوی اومده در مورد کرسی در حدیثی که ابو ذر رضی الله تعالی روایت کرده مثل السماوات والارض في الكرسي كحلقه ملقات في فلات اولا این برنده باید اینو بدونیم یعنی اثبات کرسی چیزی به نام کرسی چرا که منهج و روش اهل سنت و جماعت که برگرفته از قرآن کریم و سنت نبوی هست اینه که ما هر آنچه از صفاتی که الله متعال و چیزایی که الله متعال برا خودش اثبات میکنه در قرآن کریم و در سنت نبوی و در رسول الله برا الله اثبات میکنه ما آنها رو میپذیریم بدون اینکه تعویلشون بکنیم یا اونها را تشبیه بکنیم الیاز بالله به صفات بندگان اما که الله متعال می که لیس که مثل و هو سمی البسیر هیچی مثل الله متعال نیست مثل مانند الله نیست اما میشنوه و میبینه خب ما بشر هم میشنویم و میبینیم اما آیا شنیدن و دیدن ما به مانند شنیدن و دیدن الله متعال ها الله اصلا قابل مقایسه نیست الله میشنوه و میبینه اون گونه که سزاوار اللهه بس اثبات کرسی که در این آیه اومده ازانه بیننده و آیت الکرسی هم به این نام نام گذاری شده آیت الکرسی چون خود کرسی اینجا عظمت و جلال و اوج عظمت و جلال و جبروت الله متعال و گستره فرمان روایی و سلطنت الله متعالی میرسونه و اینکه هر کاری برای الله آسونه الله بر هر کاری قادره اللهی که این عظمت رو درست کرده حالا در حدیث اومده اشاره به عظمت کرسی زنو بیننده در حدیثی که ابو تعالی رو روایت کرده میفرماید که مثل السماوات والارض فی الکرسی که حلقت ملقات فی فلات آسمان ها و زمین به نسبت کرسی مثل یک حلقه هستن یک حلقه یا حلقه کوچک آهنین که تو یک بیابان گسترده و وسیع بیفت یک حلقه کوچک آهنین رو شما بنداز تو یک بیابان تو یک دشت یک صحرا سهرا. صحرای وسیع اصلا به حساب نمیاد عظمت کرسی به نسبت آسم... یعنی آسمان ها و زمین ما هفت طبقه آسمان داریم زمین. و زمین در برابر کرسی به مانند این حلقه کوچکی هست که ما تو یک بیابان و صحرای وسیع بندازیم که تا چشم کار میکنه وسعت داره هیچی به حساب نمیاد این عظمت کرسی هست و این فرض فضل الكرسی على السماوات والارض که فضل الفلات علی تلک الحلقه و برتری کرسی بر آسمان ها و زمین فرماید مانند برتری این صحرای گسترده این بیابان وسیع و صحرای وسیع در برابر این حلقه اساسا به چشم نمیاد و حدیث دوباره داریم حدیث نبوی ایزان بیننده در مورد عرش الهی عرش دیگه از امرت کرسی بالاتره دوباره عرش کرسی در برابر عرش بمانند حدیث داریم ما لفظ حدیثه بمانند همین حلقه کوچیکی که ما بندازیم تو بیابان در یک بیابان وسیع در یک صحرای وسیع کرسی در برابر عرش الهی دوباره که الله متعال خودش در بالای عرش قرار داده قرار داره الرحمن و علی العرش استوا الله رحمان که بر بالای عرش قرار گرفته پس الله جای مشخصی داره بر بالای عرش است اما با علم خودش به همه چیز احاطه داره و اینکه همه اینها با این عظمتشون با این بزرگیشون کرسی و عرش رو همه اینها در برابر الله مت... برای الله متعال چیزی نیستن یعنی آس... آسونه برای الله متعال کنترل اینها حفظ اینها تدبیر اینها همونطور که در دنباله آیه میاد پس عظمت کرسی ازان بیننده که در این آیه به اون اشاره شده عظمت مخلوق دلالت میکنه بر عظمت خالق زمانی که ما مثال دنیوی زمانی که ما یک حالا جنسی کالایی رو ببینیم از یک شرکت از یک کشور درست شده و پیچیدگی اون رو میبینیم اون سازندش تو نظر ما بزرگ میاد اعتبار پیدا میکنه مثلا الان اگه وسایل برقی یا اتومبیل ماشین خیلی وسایل دیگه مثلا بگم میدن ژاپن این یا میدن جپان خب یک اعتباری برای خودش داره میگن این جنس اصلیه این خوبه آدم به اون اعتبار میکنه یا برخی کشورهای دیگه چون میدونن که این تو ساختنش محکم کاری میکنه غلقش نداره نمیخواد یه چیزی سر هم بشه برای اینکه حالا بازارها رو به دست بگیری مثلا بری همه جا فت و فراوان جنس اون کشور ریخته باشه و فقط بخواد در واقع بازارها رو اشغال بکنه و منافعی به دست بیاره کیفیت براش مهم نباشه در چه متاسفانه امروزه در یعنی هر چه ما جلوتر میریم صنعت تو صنعت اتومبیل سازی تا چند ساله یعنی قبل حالا یکم قدیمتر ماشین هایی که ساخته می شدن شما می خریدی. یعنی کیفیت خیلی مهم بود چندین سال شما از این ماشین استفاده می کردی، از این اتومبیل اصلا آب از آب تکون نمی خود. الان کیفیت در واقع از کیفیت کاسته شده و به کمیت اهمیت داده میشه چون بازار رقابته دیگه شرکت ها خیلی زیادن هر که میخواد آقا که تو بازار جای پای پیدا کنه در واقع با بقیه شرکت ها رقابت بکنه میاد سری سری یه چیز سر هم حالا فقط یه آب و تابی به شکلش میده یه قالب زیبایی از اون درست میکنن با آپشن های مختلف و اینها برای اینکه چشم مشتری جذب اون بشه ولی کیفیت متاسفانه شما تا چند سال شاید کمتر از پنج سال از اون استفاده میکنید دیگه مشکلات شروع میشن پس عظمت مخلوق دلالت بر عظمت خالق داره ایسان بیننده و اینکه انسان عظمت الله متعال رو به اون پی, ب... پی, میبره و اینه که ما در نماز زمانی در رکوع زمانی که خم میشیم در پیشگاه الله متعال چی میگیم سبحان ربی العظیم پاک و منزه اون اللهی که عظیمه عظمت الله وقتی که اینو میگیم انسان بیننده اونجا باید عظمت الهی رو تو ذهنمون بیاریم زمانی که به رکوع میریم و خم میشیم در برابر الله و اینی که انسان مؤمن موحد بجز در برابر الله در برابر هیچ که خم نمیشه این آزادگی اوج آزادگی هست و زمانی که عظمت الله رو به یاد میاره دیگه همه عظمت ها همه قدرت ها در برابرش خیلی که ناچیز جلوه میکنه اصلا قدرت های دنیاوی سلطنت های دنیاوی در برابرش هیچی به حساب نمیاد وقتی عظمت الله به یاد میاره و اینکه همه چیز در دستان الله هست همه چیز کنترلش دست الله هست و همونطور که در حدیث نبوی داریم اگر همه دنیا جمع بشن همه خلایق بخوام به شما ضرری برسونن نمیتونن تا الله نخوا اگر همشون جمع بشن بخوام به شما نفع و سودی برسونند نمیتونن تا الله نخواد پس آخرین کاری که مخلوقات دیگه میتونن با ما بکنن تنفیز اراده الله بر حق ما اون چیزی که الله مقدر کرده برای ما اونطور که از علی مرتضا رضی الله تعالی عنه ما معروفی داریم که شما میفرماید ای, یو ای یوم من الموت افر یوم اقدر ام یوم او یوم لا اقدر و ام یوم قدر میگه من کی چطور میتونم از مرگ فرار بکنم اصلا راه فراری از مرگ وجود نداره اون روزی که برای من مقدره که میاد به سراغم و اگه برای من مقدر نیست نمیاد بس نباید بترسم زمانی که این گونه ازان بیننده انسان عظمت الله متعالی تو ذهنش میاد این این یعنی احساس عظمت الهی و اینکه انسان عظمت الهی و قدرت الله و در واقع در ذهنش میاد و مجسم میشه شجاعت عجیبی به انسان مؤمن میده و جسارت عجیبی به مؤمن میده اینکه مؤمن در راه نشر حق در راه نشر خیر خیر رسانی در راه نشر دین الهی و ارزش های که پیامبران الهی آوردند و نفرساندن به جامعه در واقع نمیت در سخofi به خودش راه نمیده و ترسهای توهمی رو از ذهنش میندازه بیرون که اگه آقا من رفتم من حرف حق و زدم من مردم رو به طرف دین و توحید دعوت کردم به طرف قرآن و سنت دعوت کردم از رزق و به ترسه از موقعیتش به ترسه از اینکه بلایی به سرش بیاد به ترسه از اینکه آسیبی بهش برسه به ترسه از آیندهش به ترسه از خانواده و فرزندان به ترسه نه اینگونه نیست وقتی عظمت الله تو نظرش میاره و اینکه الله که در حقیقت قدرت تام الله قدرت مطلق الله و هو علا کل شیء قدیر الله متعال بر هر کاری قادر هست بس وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی الله متعال آسمان ها و زمین رو در بر گرفته و این عظمتی که الله متعال این در واقع گستره سلطنت و فرمان الله و این عظمت و جلال و جبروت الله باید باعث بشه که بنده انسان در برابر الله متعال ازان بیننده خازه و فروتن بشه تکبر از وجود انسان در اصلا تکبر و خودخواهی و اینکه بخواد که از مظاهر تکبر اینه که انسان در برابر حق سر فرود نیاره، تسلیم حق نشه، تسلیم دین الهی نشه، تسلیم تعالیم انبیا نشه، تسلیم قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلم آموزه های نبوی نشه. خودش این اوج تکبر است. اینکه انسان از دین الهی فاصله بگیره و تمرد بکنه و اناد و سرکشی داشته باشه اینا اوج تکبره همونطور که در حدیث نبوی داریم که صحابی عرض کرده یا رسول الله کسی میخواد لباس شیک بپوشه دمپایی خوب بپوشه آیا اینا تکبر به حساب میاد؟ رسول الله صلی اللہ فرمود ان الله جمیل و الجمال الله زیبا زیبایی رو دوست داره الکبر بطر الحق و غمت الناس ناز کبر اینه که شما حق و نپذیری اوج تکبر اینه که انسان در برابر حق و حقیقت سر تسلیم فرود نیاره به خاطر تکبری که داره خودش رو خیلی بالا حساب میکنه خودش رو تیزهوش و باهوش میدونه آقا من زرنگم این مالی که دارم با زرنگی خودم به دست آوردم علیاز و بالله دیگه الله و از زندگی خودش حذف کنه و تکبر بشریت در طول تاریخ انسان بیننده چطور چه بلاهایی که بر سر بشریت نیاورده این که از منهج الهی از برنامه الهی و از دین الهی فاصله گرفته دین برها چه ضربه شریعت نزده در طول تاریخ و علامه ابو الحسن ندوی رحمه الله علمای بزرگ هندوستان الله رحمتش کنه کتاب جالبی داره ایشون ماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین این کتاب استفارش میکنم حتما بخونید اگه میخواید به دینتون افتخار بکنید و عزت و افتخار به دین دین خودمون رو احساس بکنید یکی از کتاب ها کتاب اول حسن ندوی هست الله یرحمه ماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین زمانی که مسلمان ها به رو به انحطاط رفتند رو به پسرف رفتند چه ضرری و آسیبی به بشریت وارد شد بشریت چه چیزهای با ارزشی رو از دست داد زمانی که مسلمان ها ضعیف شد پس زمانی که ما عظمت الله متعال و بیننده درک بکنیم این خودش انسان رو میکشونه به سوی این که عبودیت بکنه الله متعال همانطور که این آیه با اون شروع شده الله لا اله الا هو معبود بر حقه باید به تنهایی عبادت بشه با این عظمتی که داره اینجا داره معرفی میشه برای الله وسع کرسی و سماوات و الارض و اونطور که در سوره زمر رایزان بینند الله مطال میفرماید که و ما قدر الله حق قدره مشرکان اونهایی که شرک میورزند به الله متعال الله را اونطور که باید بشناسن نشناختند جهلشون و عدم شناخت درستشون به نسبت الله که باعث شده به الله شرک بیارند مخلوقاتی که ساخته دست, دست الله که الله اونها را خلقت کرده رو به الله شریک قرار میدن اونی که خودش در رزق و روزی محتاج الله رزق و روزی رو از اون بدونند یا نفوزنه رو از طرف اون بدونند اونی که مرگ و زندگیش دست خودش نیست و الان مرده و توی قبر هست از اون حاجت میطلبند این اگه قدرتی داشت فقیر نمیشد تو زندگی خودش مریض نمیشد کشته نمیشد یا فوت نمیکرد مرگ به سراغش نمیومد بیا آینده خودش رو میدونست اگه آینده رو میدونست همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله حتی رسول الله غیب رو نمیدونست لو کنتو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و مسنی یسو اگه من غیب رو میدونستم کارهای خیر بیشتری میتونستم انجام بدم میتونستم بدیها و آسیب ها و بلاها رو از خودم دور بکنم خب اینا اگه این قدرت ها رو داشتند که میتونستن خیلی از چیزها رو حتی آی... اگه علم غیب داشتن میتونستن خیلی از آسیبها رو از خودشون دور بکنن اگر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه علم غیب میداشت نمیرفت به کربلا و میدونست که بهش خیانت میشه نمیرفت به اونجا به کوفه نمیرفت و ما قدر الله حق قدر پس قدر و منزلت الله مشرکان قدر الله ندونستن الله درست نشناختن و شناخت درست الله ازان بیننده که ما را به عبودیت درست رهنمون میکنه در طول تاریخ بشر هم بشریت چون الله درست نشناخته راه انحراف رفته بحث الهات بحث شازیه بشر در طول تاریخ به وجود به اینکه الله وجود داره اعتقاد داشته اما مشکل این بوده که در شناخت و معرفت الله دچار اشتباه شده چون الله بد شناخته بد عبادتش کرده اگه ما در شناخت الله دچار اشتباه بشیم اینه که در عبادت الیاس بالله انسان میره و شریک به الله متعال قرار میده مخلوقات دیگه رو به الله شریک قرار میده عبادتها ها رو در واقع می سازه اونطوری که مزاج خودش میخواد اونطوری که خودش تشخیص میده سلیقه خودش هست و اونهایی که به انحراف رفتن اینگونه میدن چرا در سوره هم الله متعال از ما میخواد که ما جزو دو تا گروه نباشیم اهدن از سرات المستقیم راه راست سرات الذین انعمت علیه اونایی که بهشون نعمت دادی راه راست راه اسلام راه توحید غیر المغضوب علیهم ولا الضالی نه اونایی که برشون خشم گرفتی مثل یهود که حق و شناختن اما در برابر حق وایستادن به دلیل تکبر و انادشون و دنیا و هواپرستیشون با اینکه حق و شناختند اما مساله خودشون و مطامع خودشون و دنیا و هواپرستی و مال تلبی و زرندوزی رو بر حق ترجیح دادند و تمام کسانی که حق و میدونن اما از مردم پنهان میکنند حق و میدونن اما برای اینکه مصالح خودشون رو در خطر میبینن حق و به مردم نمیگن یا نمیذارن مردم حق و بفهمند در حقیقت در این, این زمره قرار میگیرن در این طیف قرار میگیرن ولا ضالین نه گمراهان مثل نصارا اونهایی که راه درست رو گم کردند بر اساس جهل الله عبادت کردند پس عدم شناخت شناخت درست الله انسان بیننده و عدم معرفت درست الله باعث میشه که انسان به انحراف بره باعث میشه در عبادت های انسان دچار خلل خلل وارد بشه باعث میشه که حتی انسان مسلمان ایزان بیننده حتی اهل ایمان اگر شناختشون به نسبت الله ناقص باشه یا کج باشه یا درست نباشه باعث میشه که ما در عبادت ها یعنی روح عبادت ها رو از دست بدیم اون استفاده ای که باید از عبادت بکنیم اون تأثیری که باید عبادت ها در زندگی ما داشته باشن نداشته باشن زمانی که نماز میخونیم به نماز میستیم نمازهای ما بیروح میشن های ما بیروح میشن ارتباط ما با الله کمرنگ میشه بیروح میشه چون ما الله رو درست نشناختیم و بهترین راه برای شناخت درست الله ازان بیننده و معرفت الله پرداختن به کتاب الله های تدبر در آیات کتاب الله در آیات قرآن کریم که الله به بهترین وجه خودش رو معرفی فرموده شناخت اسما و صفات الهی تدبر در اونها و احساس کردن اونها در زندگی خودمون و عملی کردن اونها در زندگی اینها زندگی انسان رو متحول میکنه و عبادت ها رو روحدار میکنه زندگی رو روحدار میکنه خیر و برکت و الطاف الهی از همه سو انسان رو در بر میگیره ازانه بیننده اگه انسان به معنای واقعی الله رو بشناسه هم شناخت درست و هم هم فهم درست و هم عمل با اون چیزی که الله از ما خواسته و دوری از اون چیزی که الله از ما خواسته ازانه بیننده که از اونها دوری بکنیم پس وسع کرسی و سماوات و این در حقیقت زن بیننده اثبات عظمت الهی هست و این علو الله متعال و بالا قرار گرفتن الله متعال رو میرسونه همونطور که الله متعال میفرماید در سوره تاها آیه پنج الرحمن و استوا پس این ازان بیننده انسان متوجه عظمت الله متعال میکنه این آیه وسع کرسی یعنی این قسمت از آیت الکرسی وسع کرسی و سماوات و الارض و بعد از اون الله متعال چی میفرماید ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما حفاظت از آسمان ها و زمین اشاره به آسمان ها و زمینه و سع کرسی و سماوات و ولا يؤوده حفظهما زمیر برمیگرده به آسمان ها و زمین برای الله متعال سخت و طاقت فرسا نیست حفاظت از آسمان ها و زمین مشقتی نداره برای الله متعال با این عظمتی که آسمان ها و زمین داره و آفریده هایی که در اونها وجود داره و خ... مخلوقاتی که ما بین اونها وجود داره این عظمت تا جایی که در احادیث نبوی داریم ایسان بیننده میان زمین تا آسمان 500 سال راه فاصله است. آسمان اول تا آسمان دوم همینطور 500 سال فاصله هست تا میریم با آسمان هفتم میرسیم و از آسمان هفتم تا کرسی دوباره 500 سال فاصله هست آسمان ها با این عظمت فقط شما آن بیننده آسمان دنیا رو ما در نظر بگیریم فقط آسمان دنیا فقط دنیای خودمون علمای علم فلک میگن 300 میلیون ستاره فقط میلیارد ببخشید نه میلیون میلیارد بیش از 300 میلیارد ستاره فقط در دنیا در آسمان دنیا وجود داره یعنی در کهکشان راه شیری دنیا مجموعی از کهکشان ها هست این هستی که میگن در حقیقت فلکشناسان بیش از صد هزار کهکشان ما داریم بیش از صد هزار کهکشان و کهکشانی که زمین در اون قرار داره و ما داریم در اون زندگی میکنیم بهش میگن کهکشان راه شیری بیش از 300 میلیارد ستاره در این کهکشان در زمین ما وجود داره و به ازای هر ستاره میگن حداقل یک سیاره وجود داره حسمت رو نگاه بکنیم انسان این هستیه با این عظمت بعد زمین این زمین اصلا خیلی ناچیز به حساب میاد در این هستیه با این عظمتی که الله متعال خلق کرده بعدش دیگه ما انسان ها در این زمین یعنی انسان شخصا به خودش نگاه بکنه انسانی که چطور دچار تکبر میشه دیگه چطور باید تکبر بکنه به خودش بنازه الله رو فراموش بکنه صاحب نعمت خودش رو فراموش بکنه اونی که همه چیز به ما داده و هر چه داریم از الله داریم چطور انسان الله رو باید فراموش بکنه و روی گردان از الله بشه ما هیچی نیستیم مثلا در برابر این عظمتی که وجود داره ولا یعودهو حفظه این عظمت این آسمان ها و زمین با این عظمت برای الله متعال سخت نیست حفظ کردن اونها اینی که حفظشون بکنه اینی که این نظام دقیقی, دقیقی که الله متعال در آسمان ها و زمین در حسی قرار داده ایسان بینده همه چیز رو برنامه هست همه چیز داره یک روی یک نظم و برنامه ای که برای شما مشخص شده جلو میره خورشید یک مدار مشخص داره ماه یک مدار مشخص داره کهکشان ها ستاره ها سیاره ها همیشون روی یک مدار مشخص روی یک هدف مشخص یک برنامه مشخص دارن حرکت میکنن اگه این گونه نباشه نظام هستی نظم هستی به هم میخوره خورشید اگه یک اندازه یک ذره بیاد پایین تر ما هممون زوب میشیم اگه به اندازه یک ذره بره بالاتر ما هممون یخ میزنیم منجمد میشیم همه مخلوقات روی زمین منجمد میشن اما الله یک حد و اندازه مشخصی برای خورشید تعیین کرده همشون مخلوقات الله هن همشون مطیع الله هن همه مخلوقات غیر از انسان و جن که الله اونها را مختار کرده دیگه همه هستی تسبیح گوی الله هست. همه هستی داره هم و ستایش الله میگه و داره الله بندگی میکنه و همه در اون مسیری که الله براشون تعیین کرده دارن حرکت میکنن نظمی که الله برقرار کرده انسان بیننده ولا یعوده حفظهما و این در حقیقت آرامش و سکینه به انسان مؤمن میده انسان بیننده ما ربی داریم و خالقی داریم و پروردگاری داریم که آسمان ها و زمین با این عظمت و گستردگی و پیچیدگی و انواع عجایبی که در اونها وجود داره رو داره حفظش، حفظشون میکنه تدبیر اونها را بر داره رو اون برنامه و نظمی که دارند رو حفظ, کر... حفظ میکنه پس ما انسان ها که دیگه خیلی کوچکتر هستیم چطور الله نمیتونه ما را حفظ بکنه اونطور که الله متعال میفرماد والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین اینو برای انسان مؤمن تدایی میکنه ازان بیننده که الله حافظه و همون گونه که در حدیث نبوی دوباره هست احفظ الله یحفظ که احفظ الله تجده و, تجد و تجاه که یا در ما در از کار صبحگاه و شامگاه داریم که وحفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من, من, شمال من فوقی بار الله از جلو از پشت سرم از بالا از چپ از راست منو حفظ بکن پس حافظ حافظ ما الله متعاله انسان مؤمنی که ایمان داره به این انسان بیننده که الله حافظشه دیگه نمیترسه از دشمن نمیترسه از ضرر و زیان نمیترسه از رس نمی نمیترسه از اینکه بلایی به سرش بیاد نمیترسه همه الله حافظ هست و هر آنچه که الله براش مقدر کرده اون پیش میاد که نگرانی برای چی غم و غصه برای چی و به حول قوی الهی پایان آیت الکرسی به الله شرح و توضیح آیت الکرسی و ش... معرفی الله در آیت الکرسی برنامه بعدی ما خواهد بود وقت ما تموم شده از بیننده تا برنامه بعد همتون و الله متعال می سپارم الله زلجلال و الاکرام یار و نگهدار همتون